از دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر یاسا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، تحلیل شما از اقدام اخیر وکلای آمریکا چیه و آیا این گونه اقدام‌های بین المللی تأثیری در روابط رفتار طالبان داره؟ بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه بینندگان محترم شما سلام عرض میکنم. خدمت عرض شود که انجمن حقوق‌دانان امریکا که متشکل از انسانای خوبی هستند، انسانایی که وجدانهای بیدار دارند، این بار اول نیستند که اونا همچنین یک گزارش را بیرون دادند. واقعا یک فاجعه انسانی در افغانستان، فاجعه تمام عیار انسانی در افغانستان جریان داره که باید جهانیان به او توجه جدی بکنه و اونمو تعریف نسل کشی که در 1948 بعد از جنگ جهانی دوم ترسیم شده بود، تقریبا به اونمو ملاکاری که در نظر بگیریم یک نسل کشی تمام عیار جریان داره، فقط به جرم ازی که یک تعدادی از مردم متعلق به یک قوم و یک مذهب است که واقعا در این زمان صده 21 یک کار بسیار غیر انسانی است که آدم تنوع مذهبی، تنوع قومی را به رسمیت نشناسد. بله، با تشکر از دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.